نیروی هوایی آمریکا قوی ترین نیروی هوایی جهان است و حتی کل اتحادیه اروپا توان برابری با آن را ندارند. پس ایران چگونه مدعی مقابله با آمریکا است؟ شلیک موشک‌های برد بلند، کوتاه و متوسط اتفاق جدیدی نیست که در رزمایش پیامبر اعظم دو نیز به همین شکل موشک‌های سپاه شلیک شدند. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. با استعانت از خداوند متعال و استمداد از حضرت بقیت الله الاعظم، یا محمد ابن عبدالله، یا محمد ابن عبدالله، یا محمد ابن عبدالله. آنچه این رزمایش را خاص می کند وجود یک پایگاه شبیه سازی شده از روی پایگاه های کشورهای فرامنطقه است. این پایگاه در ابعاد یک به یک و با لحاظ جزئیات کامل ساخته شده است و این یعنی ایران به توانایی رصد کامل پایگاه های دشمن بدون دیده شدن دست یافته. اگر چنین باشد اصل غافلگیری برای مهاجم از بین می رود و کلیه پایگاه های آمریکا در معرض حمله هستند، یعنی به طور دائم موشک های سوخت مایع از درون سیلوهای گمنام و پراکنده به سوی این اهداف نشانه رفتند و پهپادهای شناسایی پرواز مستمر را بر فراز آن انجام می دهند. ما رقابت تکنیکی نمیخوایم با دنیا انجام بدیم. ما به روش های خودمون که عمدتاً ناشی از طراحی ها برای یک جنگ نامتقارن هست سیستممون رو سازماندهی کردیم و طبیعتاً با این تاکتیک ها و به کارگیری نیروهای زبده و روش هایی که کاملاً بومی و شیوه هایی هست که مخصوص ایرانه، ما اطمینان داریم که می توانیم در مقابل دشمن‌های ناهمتراز با این امکانات کاملا مقابله بکنیم و با روش‌هایی که طراحی کردیم میتونیم از کشور جمهوری اسلامی کاملا دفاع جانانه داشته باشیم. و به محض اولین درگیری بارانی از موشک بر روی این پایگاه‌ها خواهد بارید. اما ایران چگونه میتواند از سد سپر موشکی دشمن فرار کند؟ سیستم دفاع موشکی یا سپر موشکی تا کنون در هیچ جنگی آزمایش نشده و از جوابدهی آن اطمینانی در دست نیست. اما موشک‌های سپاه ترکیبی هستند از موشک‌های برد کوتاه که می‌توانند با شمار بالایشان سیستم دفاع موشکی را به خود مشغول کنند تا موشک‌های برد بلند بالستیک مجهز به کلاهک‌های بارانی یا قدرت تخریب بالا بتوانند بعد از خروج از جو شیرجه موفقی را روی اهداف دشمن بزنند.
این موشک ها قدرت تخریب عمیق متمرکز یا سطحی وسیع را دارند که باعث از بین رفتن هواپیماهایی می شود که روی باند آماده پروازند. این موشک ها می توانند هم به صورت متحرک سوخت جامد و هم به صورت پرتاب از سیلوها با سوخت مایع عمل کنند و در یک زمان تمامی پایگاه های آمریکا را زیر آتش بگیرند. سلام بر نیرو هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سکوی پرتاب و راکت زلزال سفروندی رو مشاهده می‌فرمایید. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. سامانه موشکی سوخت جامد زلزال رو مشاهده می‌فرمایید که همچنان از مقابل جایگاه رژه می‌روند. سامانه موشکی سوخت جامد زلزال، الله اکبر. اینجا شکوه دلیران کربلای پنج است، اقتدار مردان مرد بلفجر ده بلفجر هشت است. اینجا سامانه موشکی فاتح 110 نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. سامانه موشکی فاتح 110 رو همچنان مشاهده می‌فرمایید. سامانه موشکی خلیج فارس در اختیار نیروی هوافضای سپاه. امت سرفراز، به خود ببالید که این گونه پر اقتدار موشک شهاب دو رو مشاهده می‌فرمایید. در هر کجای ایران سرفرازید، اینان اقتدار اسلام، شکوه ایران و نماد مقاومت ملت سرفرازی است. موشک های شهاب دو در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. همچنان سامانه موشکی شهاب دو در حرکت است. سامانه موشکی میان برد قیام در اختیار نیرو هوافضای سپاه که میان برد قیام رو ملاحظه می‌فرمایید. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. و این ای امام عزیز، اینان سربازان تو هستند. سامانه موشکی دوربرد قدر اف، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. ای امام، ای روح خدا، اینجا کنار حرم و بارگاه و مسجد شهیدان شاهد رژه سامانه موشکی دوربرد قدر اف رو در چندین فروند مشاهده می‌فرمایید. بینندگان عزیز، هر کجای ایرانید، به اقتدار اسلام و شکوه شهیدانتان ندای الله اکبر سر دهید. بالاترین ذکر سامانه الله اکبر است، بالاترین ذکر شکوه اقتدار لا اله الا الله است. و این سامانه موشکی دوربرد سوخت جامد سجیل در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. ما تا آخر ایستاده ایم. اینان از برکت دلیر مردان رزمنده 8 سال دفاع مقدس است. در ابتدای جنگ سلاحی نداشتیم، اما امروز موشک سجیل در اختیار داریم. سامانه هایی که ملاحظه می‌فرمایید در اختیار نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. موشک پدافند هوایی صیاد 1، همچنین موشک پدافند هوایی صیاد 1 رو مشاهده می‌فرمایید که به زیبایی از مقابل جایگاه حرکت می‌کنند. ارتشی و سپاهی یک لشکر الهی. سامانه موشکی بهینه شده پدافند هوایی سامشیش، باز هم سامانه موشکی بهینه شده پدافند هوایی سامشیش رو ملاحظه می‌فرمایید. یاد شهیدان بخیر، یاد دلیران بخیر، یاد رزمندگان بخیر. سامانه موشکی بهینه شده پدافند هوایی سامشیش رو ملاحظه فرمودید که از مقابل جایگاه رژه می روند. باز هم شاهد
حرکت یگانهای محمول نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستیم. سامانه موشک پدافند هوایی تورم یک که فرماندهی موشکی زمین به زمین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با در اختیار داشتن سامانه های موشکی سوخت جامد و دوربرد سجیل با برد 2000 کیلومتر و سامانه موشکی سوخت مایع از افتخارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. No, 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 no,